سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه ی صبح ها زندگی هستید در رابطه با وضعیت آموزش و پرورش در کشور در این بخش برنامه مهماندار هستم بانو شریف شیرزای آمر سواد حیاتی رکاخانه همراه ما هستن و صحبت هایی می داشته در رابطه با سواد آموزی و همچنان وضعیت آموزش و پرورش در کشور بیننده این بخش برنامه همچنان باشید خوش آمدین بانو شیرزای صبحتان بخیر باشه زنده صبح شما بخیر. از اینکه تلویزیون شما ما را دعوت کردن تشکر می و سلام های سلامهای سلام های صبح برای تمام کارمندهای تلویزیون آریانا به تمام هموطنهای خود از طریق از تلویزیون برای دوست آشنایی که در خارج از وطن هستند در داخل هستند همکارای عزیزم شاگردای عزیزم بر همگی صبح خوش میخوایم و آرزومند هستم که در صبح به یک صلح و همبستگی در تمام کشور خود آغاز بکنیم و همیشه زندگی خوش داشته باشن اما انشال با امید خدا تشکر از شما هم که امروز دعوت ما رو پذیرفتین بانو شما ببینید دیدگاه کلیتون در رابطه با وضعیت آموزش و پرورش در کشور همراه ما بیننده ها شریک بسازین که چگونه هست فعلا بسیار خوب آموزش و پرورش خوب برای شما معلوم است که لازم ملزوم یک دیگر هستن و تدریس و آموزش تعامل بین معلم و شاگرد است بله. زمانی که یک کشور امنیت درست داشته باشه فضای خوب داشته باشه آموزش بهتر صورت میگیره چون بخش آموزش در تمام مکاتب بهتر صورت میگیره میفهمیم در سواد حیاتی هم همچنان خوبتر صورت میگیره اما به یک شکل که سنفای میاری باشه مثال محیط درست باشه امنیت درست در کشور باشه آموزش به خوبی صورت میگیره پیش میره به خاطر از اینکه یک معلم زمان که می به آموزش میپردازه فکر و روحی از اون معلم باید قسم باشه راحت باشه آرام باشه مانه. که بتونه شاگرد آموزش بده شاگرد از اون چیز رو بیاموزه که فکر شاگرد هم به جای باشه پوشان نباشه که در مملکت فلانی جای جنگ است پدرم است در فلانی جای جنگ است امشیریم است از معلم همچنان به اون صورت مشکل تمام میشه حالا بین در رابطه با سواد حیاتی کمی صحبت داشته باشیم بانو شیر زعیف فعلا آمارها چقدر نشان میده که چقدر ما بی سواد در افغانستان داریم آیا کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده بله بی در کشور ما واقعا کوش پیدا کرده نسبتا نسبتا به خاطر از اینکه بعضی از فامیل های هستند که دخترای خوده خانمای خود به مکاتب نمیمانند واقعا نمیمانند اجازه ندارن با وجود از اینکه گرچه کوش پیدا کرده بسیاری هم میاین اما باز هم به با اون شکل که ما شما میخواهیم که امی بی سوادی را محو بسازیم از افغانستان نمیتونیم به خاطر از اینکه امطار ما اگر 50 فیصدش همدست است که خانمش یا خواهرش یا مادرش برن بیاموزن اما 50 فیصدش توجه ندارن میگن نه شرایط خراب است محیط خراب است دخترم یا خانمم چطور برده مکتب بره درس بخونه آموزش ببینه این مشکلات ها را داریم خب همین مسئله است که روز بر روز دیگه آمار بیسوادی بی زیادتر بله شده میره در شده در کشور میره. وزارت معارف و مراکز سواد حیاتی چقدر همکاری داشته در این راستا که بیاین بسیار از فامیل‌ها را آگاهی بتن که واقعا سواد داشتن در یک جامعه میتونه تاثیرات مثبت حتی داشته باشه چه در زندگی شخصی و اجتماعی خودشان بله وزارت معارف به نظر من زیادتر رسیدگی کرده نمیتونن به سواد سواد دلیل رسیدگی دلیلش به این که فرضاً یک مکاتبه که لیسه هستن از همه امکانات خود پرستن هستن <applause> تمام امکاناتشون خوبتر و بهتر است به اونا میرسن کمکشان می‌رسه، قرطاسی می‌رسه، میرسه صرفای درست برشان ما شما علمی سر وقت برشان امار میکنن مثال فضای مکتب درست از مربوط به مدیر مکتب است اما تعمیر خود مدیر مکتب نمیتونه که تعمیر برای ناجور کنن به حساب رسیدگی کرده نمیتونن اگر آه از نگاه تفتیش می کنترل میکنن موضوع تدریسی اداری همه چیزا میبینن مشکلات ما را حل میسازن از اون نگاه اما از نگاه از این نیکه این می مثال تعمیر مکتب سواده ایتی که خانه به خراب است باور بکنین که یک بخش که مکتب همه در تلفنم دارم نشان تون بتم که هر آیت که میایه میگه ده ایجه بکش از این منطقه که چپه میشه موضوع رو میبرن به وزارت گزارش میبرن گزارش میبرند، من خودم گزارش میتم رو بار گزارش میتم که این مشکل در مکتب است مکتب بیرانه است اداره ما درست نیست شما بر ما رسیدگی بکنین از اون نگاه هیچ رسیدگی نمیتونن کرده و ما سخت گلمند از وزارت هستیم از هر نگاه ما رو هیات می می آید می بینن نظارت می کنین. اما امی بیرانه ها را نظارت کنین چرا یک شاگرد داده دا یک سلف خوب یک سلف که فضایش خوب تر باشه صلف میاری باشه اما روی صحنه مکتب خوب تر باشه چقدر آموزش خوب در صورت می گیره ما فکر آرام اما در یک بیرانه امی که پای بونی خاک بلند شوه شاگرد اما خاک بوی تافن تنفس میکنه دماغ از و دماغ ازو میره او توان اگر در ماه دو روز و سه روز خود شاگرد مریض است چرا که بوی و تعفان بله. و خاک بوی رو ما کنترل میکنیم پاک میکنیم هیچ مشکل نداریم اما بیرانه ها آره دیگه بسیار وقتی امکانات وقتی امکانات وقتی که امکانات دا باشه هم... امکانات یک جایی که محیط درست نباشه برای درس خواندن دیگه همو سودان. قدر همو شاگردی که می درس بخونه ذهن بله. راحت و آسوده ای نداره که به هم بله. درس جمع آوری کنه میگه چرا والا ما رو سی پرچه بتی فلانی مکتب میریم اونجا خود مکتبش بسیار خوب مکتب است اگر اوجا میرن به خاطر که ما بریم اونجا خود سی بکنیم تبدیل بکنیم نظر به که سنه که در مکاتب سوادیاتی ما جذب میکنیم مکاتب دولتی نمیتونن جذب کرده مثال یک بانوی که سنش در پانزه و شانزه و حتی عجده بیست بیست پنج بله، نظر, بسن. نظر بسن. نمیتونن که یک مکتب معرف در پولوی شاگرد بشانک سنش ده یازده و 12 ای تفاوت ها را دارم و سواد حیاتی درست است در هر منطقه دو مکتب یک مکتب داریم به خدمت مردم ما است اما بعضی از فامیل فامیلا نمی که مکتب است با کدام سنی نمیگیرن ولی تو کلان استی بچیم دختر خودم میگه تو رو خود مکاتب جذب نمیکنه نرو و ما تواز... از وزارت معارف اینه میخواهم خواهی شما از که باید از برنامه های تلویزیونی داشته باشند خاطر از اینکه تلویزیون برنامه که باشه مردم از طریق تلویزیون آگاه میشن که مکتب سواد ایوتی از کدام سن میگیره در کجا هست این اطلاعی که ما ب... نصب میکنیم در ساحات او اگر ده نفر آگاه بسازند اما برنامه های تلویزیونی هزارها فامیل آگاه میسازه که مکاتب سوادیاتی است بین بچه که بچهای خود دخترای خوده که سنشان بانوشزه شما اشاره داشتین از سن ده سال یا پایینتر از او یا تا سن چهل سال و پنج سال ما شاگرد داریم آموزش میتیم براشون بله که واقعا بهترین فرصت است برای کسایی بله. که سالهای سال از درس دور از درس بودن و حتی سواد درستی نداشتن حتی بی بودند بودن در خانه و هم به خاطر بعضی قیدگیری که در خانواده دیدن خانواد مراکز سواد حیاتی در کابل چقدر است آیا کفایت میکنه برای افراد بی که آه. روز به روز آمارش زیادتر شده میره بله کفایت میکنه مکاتب منتو در صورتی که امکانات خوبتر داشته باشند. یعنی شما میگن بخیر از هر مکتب سواد حیاتی رکاخانه دیگر جای هم همین مشکلات داره یعنی فقط در این, این بلی مشکلات بلی دیده میشه یعنی به هیچ کدام از این مراکز رسیدگی صورت نگرفته حالا این رو گفته نمیتونم که رسیدگی کرده بتونم بعضی مکاتبه که من شناخت دارم او مشکلات دارن از نگاه تعمید مکاتب که از نگاه تعمیر مشکلات دارن رسیدگی کرده نمیتونن اما مکاتب که تعمیرشان درست است اونا خب طبعا مشکل ندارن دیگه اونا گلمند نیستن ما <تصفح> بانو شیرزای در رابطه با ارتق... ارتقاء ظرفیتی دانش آموزا میشه که بگوین بیشتر کسا میگن ما مثلا به مکتب سوادعیاتی میره مراجعه میکنیم تا صنف 6 و 7 یا نهایتا 8 زیادتر نیست بعد از اون مثلا میتونیم به پانتونا بریم و امتحان کانکور داشته باشیم بله های بالا ارتقا داشته باشیم یا فارغین دارن مکتب سواد حیاتی یا که خیر میشه کلا در رابطه با این موضوع برامو برام معلومات داشته باشی. بسیار خوب سواد حیاتی اول از سواد آموزی شروع میشه که ما قسم نمونه یک دو کتاب است که بر شما توفه گویا آوردیم از مجید سواد آموزی که اینا بر شما آگاهی میده که چقدر اصلا فعال دوم سوم میتونن که در خانه ها یا در مساجد کورس ها دارند mm -hmm. ساحت سواد آموزی ما درس میتن و صنف چهار که فارغ میشن از سه صنف چهار مکاتب جذب میکنن و کسی که مثال سواد آموزی را نمیخوانن هم خواندن ده سال پنج سال بی سال که شده که شاگرد ایچ رو ناورده به مکتب اونا میاین یک تثبیت سویه برشان میکنیم از صنف چهار هفته که بر هشت میرن تا آخرای عمل میتونیم که شاگرد جذب کنیم صرف چار پنج شش افت که به اشت بره اشت هم شامل ساخته میتونیم اما خوب. بعد از عمل باز صرف اشت هم نمیتونیم که محقت اشت بشانیم به سال نو شوه و امکانش نیست و شاگرد داریم من خودم فعلا در مکتب سی صرف طبقه اوناس دارم کمی سی صنف هم بانوهای هستند که سن امو خوردترینش 18 سال است سن سی پنج ساله شاگرد دارم آه, که اونو اقدر علاقه من دستن. که میگفت من اینمی دخترم ده بجه مکتب میره من اینا چطور کنم که دخترم مکتب روان کنم ده. شاید صدای ما بشنون برای خبر دارن آه, من اجازه دادیمش که اون دخترک که سنفه اول است امروی خود بیار ده مکتب بشانش بولید ده بجای ببرش مکتب پس بیا به درس ادامه بده یک قدر امکانات برشان ما هیا و مکاتب ما صنف نو متوسطه هایش صنف نو فارغ داریم که در سال چل نفر پینجا نفر شست نفر ما فارغ می با سنشان تا سن نزده اگر باشن به مکاتب معرف معرفی میشن از طریق معونیت سواده یکی بالاخره خود ریاست معرف شهر نو ینو په مکاتب معرفي میشن ک دا 11 و 12 خوده میخوان بل اخر به با پنتون و دو مکتبه سواداتي دریم لیسه بعضی اوس بلیسه معرفي با میشن ک مې لیسه یو کې لیسه شیرپور از خلافت الله و یک لیسه ازن قیمت از دویچه اون د ۱۲ فرق میدان په پنتونا را پیدا میکنن امتحانات دادن و نو گفتنه مونږه کې شاګردای بسیار نخبه او خوبه درې و سوادایتي باور کوین کې مدیره سوادایتي شیرپور یو کسهګه ګو شاګرد مده پنځه انجینری کامیاب شوه بسیار عالی بعضی ها آ... واقعا نخبایی هستن که در خانه بودن و همچنان بالا استعداد از او دیگه آ... همیشه پوشیده پوشیدم. بوده و کسی هم خبر نداشته و امروز که آ... ما اینطور معلمی داریم که سواد ایاتی فارغ شدن فعلا معلم هستن به مکاتب تدریس میکنن سنده و سلامت باشیم بانو شریف شیرزاد البته وقتی ما بسیار کم وقتی ما دگنه گپا زیاد بود همراهتان صحبت می داشتیم می داشتیم ان در برنامه بعد همکاریتان همچنان خواهیم داشت وقتتان خوش تشکر از شما وقت شما هم خوش